بخش چهارم کتاب تولد اسرائیل فصل دوم کتاب سرزمین فلسطین قبل از شروع می بایستی یک آشنایی کلی و در عین حال اولیه‌ای با شرایط جغرافیایی و موقعیت طبیعی سرزمین فلسطین پیدا کنیم منطقه‌ای که امروزه فلسطین در آن قرار گرفته که البته مراد ما در اینجا محدوده جغرافیایی سرزمین فلسطین نمی باشد بلکه محدوده جغرافیایی خاورمیانه که فلسطین هم در آن قرار دارد در طول تاریخ می باشد. یعنی مجموعه کرانه غربی رود اردن، نوار غزه، بخشای از سوریه و لبنان، صحرای سینا، ها جنوب و خلیج عقبه این منطقه از دو ویژگی مهم برخوردار است. دو ویژگی که به گونه اجتناب ناپذیر بر تاریخ طولانی آن تأثیر گذار بوده است. نخستین ویژگی موقعیت و وضعیت جغرافیایی آن است. از نظر آب و هوا فلسطین در منطقه بسیار مطلوب و معتدل قرار دارد. آب و هوای مدیترانهی که در برگیرنده فلسطین هم می شود از جمله مناسبترین شرایط اقلیمی می باشد. در فلسطین هر چهار فصل ظاهر می شود. منتها نه آن سخت، طاقت فرسا و طولانی است و یا برودت هوا در زمستان به زیر صفر می رسند. و نه تابستان های آن گرم سوزان خشک و کشنده نه ارتفاعات سر به فلک کشیده عظیم دارد نه بیابان های لمیزرع و گسترده از ریزش باران خوبی برخوردار است رودخانه اردن بخش عمده ای از آن را مشروب می سازد و جدای از فراوانی آبهای سطحی در بسیاری از نقاط با حفر کمی از زمین به آب می توان رسید. بخش عمده ای از اعتدال آب و هوایی این منطقه مدیون مجاورت با دریای مدیترانه است. جدای از کمک به اعتدال هوا، ریزش نزولات جوی، دسترسی به نقاط دیگر دریای مدیترانه منبع خوبی نیست برای تقضیه مناطق ساحلی فلسطین می باشد. شرایط مطلوب اقلیمی سبب می شود تا فلسطین از نظر کشاورزی و دامداری از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد. دقیقا در همین جاست که نخستین ویژگی تاریخی فلسطین به واسطه شرایط و وضعیت مطلوب جغرافیایی آن شکل می گیرد. این ویژگی مهم عبارت است از مطلوبیت یا جذابیت فلسطین برای قدرت های مهاجم. هیچ مهاجمی به سر وقت کویر مناطق سیبری یا جنگل های آمازون نمی روید. اما منطقه خوش آب و هوا که هم از نظر کشاورزی و هم دامداری بسیار مستعد است میتوان تصور نمود که همواره مورد توجه اقوام، توایف، سهرانشینان، قدرتها و کشورهای دیگر قرار میگیرد. بعضن به واسطه تمایل به گسترش قدرت یا سلطه طلبی و بعضن به دست آوردن ثروت بیشتر و یا تأمین مواد غذایی همواره در طول تاریخ مهاجمین یا مهاجرین راهی فلسطین می شده اند. بابلی ها، آشوری ها، ایرانی ها، مصری ها، یونانی ها، رومی ها، عرب، ترک ها، یعنی عملا تمامی قدرت هایی که هر یک در مقطعی از تاریخ ظرف چهار سال گذشته در منطقه به قدرت میرسند بر فلسطین یورش برده و آنجا را تصرف میکنند برخی چندین قرن بر آن حاکم بودند برخی کمتر از یک قرن برخی چند ده سال و برخی برای برههای کوتاهتر در ابتدا یعنی در هزاره دوم قبل از میلاد یعنی در فاصله دو هزار تا هزار قبل از میلاد قدرت مرکزی مشخصی در فلسطین وجود نداشت قدرتها یا ساکنین آن عمدتا تشکیل می شدند از گروه ها و دستجات مختلف سهرانشین، بیابانگرد، چادرنشین که در حیبت قبایل مختلف و پراکنده در مناطق مختلف آن زندگی می کردن یا از یک منطقه آن به منطقه دیگری می رفتن. در پایان نخستین صده هزاره دوم پیش از میلاد مصری ها نخستین قدرتی بودند که موفق شدند تا بر بخشای از فلسطین حاکم شوند. در صده پایانی این هزاره یعنی هزار و تا هزار قبل از میلاد آشوریها که در منطقه بین النهرین امروزی یعنی عراق امروزی قدرت قابل توجهی شده بودند موفق می شوند تا آنان نیز بر بخشهایی از فلسطین دست یابند در نخستین صده هزاره نخست قبل از میلاد یعنی هزار تا نهصد قبل از میلاد فنیقیها و سوری ها که بدل به قدرت های مهم شده بودند نیز موفق شدند تا همچون مصری ها و آشوریها بر مناطق از فلسطین مسلط شوند. روند مهاجرت اقوام سهرانشین از جنوب خاورمیانه امروزی به فلسطین در قرون بعدی همچنان ادامه یابد و در سده هفتم قبل از میلاد یعنی 700 تا 600 قبل از میلاد و با ازمهلال آشوری ها بابلی ها مجددن از جنوب یعنی بین النهرین ظاهر شده و بر بخشهایی از فلسطین مسلط می شوند. بعدی یعنی 600 تا 500 قبل از میلاد تداوم سلطه بیشتر بابلی ها به زعامت سردار یا پادشاه معروف بابل بخت و نصر می باشد که تمامی فلسطین را موفق می شود به تصرف خود درآورد. دو قرن بعدی یعنی 500 تا 300 قبل از میلاد نوبت به ایرانیان از شرق می رسد. کوروش شاهنشاه مقتدر ایران موفق می شود بابلی ها را شکست داده و آنان را از فلسطین بیرون براند. سلطه ایرانیان بر فلسطین تا چهار قبل از میلاد ادامه می به سخن دیگر قریب به 170 سال فلسطین در تصرف یا حاکمیت ایرانیان بوده است. در سال 334 قبل از میلاد فاتحین و حاکمین جدید منطقه خاورمیانه از جمله فلسطین یونانی ها هستند اسکندر مقدونی ایرانیان را شکست داده و نه تنها تمامی خاورمیانه و فلسطین بلکه بخشهایی از ایران را نیز متصرف می شود. حاکمیت یونانی ها کمتر از دو قرن بیشتر تداوم نمی و بعد به تدریج حاکمیت آنان رو به ازمهلال می رود. قدرت یا حاکم بعدی فلسطین رومی ها هستند. از عواست صده دوم قبل از میلاد تا عواست قرن هفتم بعد از میلاد یعنی قریب به هزار سال رومی ها و امپراتوری بزرگ روم فرمانروا یا حکام جدید سرزمین فلسطین هستند. از عواست قرن هفتم میلادی عرب و مسلمانان بر فلسطین حاکم می شوند. در سال 638 میلادی عرب یا مسلمین کل خاورمیانه از جمله فلسطین را به تصرف خود در می آورند. فلسطین تا اواخر قرن یازدهم یعنی به مدت بیش از 500 سال در حاکمیت مسلمانان است. در سال 1095 میلادی صلیبیون یا جهادگران مسیحی از اروپا برای تصرف فلسطین که نام آن به سرزمین مقدس تبدیل شده بود به راه میافتند به مدت دو قرن یعنی تا قرن چهاردهم فلسطین چندین بار میان مسلمانان و مسیحی ها دست به دست می شود. در سال 1099 نخست مسیحی ها مسلمانان را شکست داده و بر فلسطین حاکم می شوند. قریب به یک قرن بعد یعنی در سال 1187 میلادی مسلمین مجددا آن را تصرف می کنند. نیم قرن بعد یعنی در سال 1229 بعد از میلاد مجددا مسیحی ها موفق می شوند تا آن را از مسلمین بازپس بگیرند. در سال 1244 مجددا مسلمین حاکم می شوند. در سال 1290 میلادی مملوک ها فرماندهان ترک نژاد آسیای مرکزی که مسلمان شده و حاکم بر مصر بودند موفق می شوند تا مجددا فلسطین را فتح نمایند سرانجام در سال 1453 میلادی عثمانی ها موفق می شوند کل خاورمیانه از جمله فلسطین را تصرف نمایند حاکمیت ترک ها یعنی ترکان عثمانی تا سال 1917 میلادی یعنی قریب به پنج قرن تداوم می‌یابد. در سال 1917 و با شکست کامل امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول خاورمیانه میان فرانسه و انگلستان تقسیم می لبنان و سوریه از آن فرانسه می و مابقی خاورمیانه از جمله فلسطین به انگلستان میرسد تا سرانجام در سال 1327 یا 1948 میلادی که کشور اسرائیل در فلسطین ایجاد می شود. شاید کمتر منطقه ای از دنیا را بتوان سراغ گرفت که ظرف سه هزار سال اینقدر میان قدرت ها و تمدن های مختلف دست به دست شده باشد از صحرا نشینان اشایر و قبایل و در کل خرد قدرت هایی که مبناع بیانبانگردی و شبانی داشتند و در هزاره دوم قبل از میلاد یعنی از دو هزار تا هزار قبل از میلاد بر بخش های مختلف فلسطین حاکم بودند که بگذریم ظرف سه هزار سال بعدی بابلی ها، کلدانی ها، آشوری ها، ایرانی ها،, ها، رومی ها، عرب، ترکان و عثمانی و سرانجام اروپایی ها هر کدام در مقاطعی از تاریخ از هزار سال گرفته تا نیم قرن و کمتر فلسطین را در اختیار داشتند. یهودی ها هم در برخه های از تاریخ و عمدتا در هزاره نخست قبل از میلاد به صورت منقطع بر فلسطین حاکم بودند. با این سابقه پیچیده و در هم می توان پرسید که فلسطین به کی تعلق دارد اگر صرف حضور تاریخی یا قدمت تاریخی را ملاک قرار دهیم در آن صورت رومی ها با یک قدمت هزار ساله عرب با یک مجموعه 800 ساله و در مرتبه سوم ترکان و عثمانی با کمتر از 500 سال طولانی ترین مالکین فلسطین بودند ضمن که در تمامی این سه هزار سال یهودی ها هم در فلسطین به سر می‌بردند در مقاطعی قدرت را به طور کامل در دست داشتند در همان فلسطین. در مقاطعی قدرت را از دست داده بودند. در مقاطعی در حیبت یک اکثریت بودند و در مقاطعی به صورت یک اقلیت کوچک و پراکنده در کنار سایر اقوام و ملت‌ها در فلسطین زندگی می‌کردند. این فقط شرایط مطلوب و امکانات جغرافیایی فلسطین نبود. که باعث حجوم قدرت دیگر به آن میشد. از منظر تاریخ تکامل تمدن بشر حول و هزاره چهارم قبل از میلاد یعنی سه هزار و پانصد سال قبل از میلاد دو تمدن بزرگ و مهم بشری که جملگی تمدنهای شرق باستان را تشکیل میدادند کم و بیش همزمان با هم شکل گرفتند. به لحاظ جغرافیایی این دو تمدن در شمال شرقی فلسطین و دیگری درست در منطقه دیگر آن یعنی در جنوب غربی آن ظهور کردند. تمدن شمال شرقی را ما امروزه به نام تمدن بین النهرین و تمدن جنوب غربی را به نام تمدن مصر یا مصر باستان می شناسیم. فلسطین درست در وسط این دو تمدن قرار می گرفت. به مدت قریب به دو هزار سال این دو تمدن هر یک رشد و توسعه خود را داشتند و بیخبر از یکدیگر به سر می بردن. اما از بخت بد فلسطین از اوائل هزاره دوم قبل از میلاد این دو تمدن به سر وقت یکدیگر رفتند. فلسطین در حقیقت محل عبور و درستتر گفته باشین محل تلاقی پیکارهای تاریخی این دو تمدن یعنی تمدن مصر و تمدن بین النهرین بود برخلاف تمدن مصر که کم و بیش منسجم تر بود تمدن بین النهرین به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می شد بخش شمالی را ما به نام تمدن آشور یا آشوری ها و جنوبی را به نام تمدن بابل یا بابلی ها می شناسیم عراق امروزی در حقیقت برآمده از دو تمدن آشوری و بابلی می باشد بخش بابلی تمدن بین النهرین بزرگتر و پرجمعیتتر بود به همین دلیل این بخش خود به دو تمدن دیگر به نام آکاد در بخش‌های شمالیش و سومر در قسمت‌های جنوبیش تقسیم می‌شد ما همه این تمدن‌ها را به نام اقوام نژاد یا تمدن‌های سامی می‌شناسیم در هر مقطعی که در این تمدن‌ها فرمانده یا پادشاه مقتدر، نیرومند و با تدبیری ظهور می‌کرد، جدای از پیشرفت و ترقی‌های تمدنی، ایزن در تجارت، صنعت، گسترش شهرها و شهرنشینی و بالاخره در تنظیم قوانین و مقررات اجتماعی نیز پیشرفت‌های صورت می‌گرفت. در این حال نیز این فرماندهان از دستندازی و تعرض به حوزه های تمدنی دیگر رویگردان نبودند از جمله در هزاره سوم قبل از میلاد در تمدن آکاد پادشاهی به نام سارگون اول به قدرت رسید از جمله نخستین تحرکات نظامی او حجوم به تمدن سومر و تشکیل یک امپراتوری نیرومند مرکب از آکات و سومری بود. مطالعات تاریخی مبین آن است که در زمان سارگون و حتی بعد از او در این امپراتوری پیشرفت‌های قابل توجهی در تجارت، صنعت، کشاورزی و شهرنشینی به وجود می‌آید. نکته بسیار مهم پیرامون این تمدن اختراع خط بود. به کارگیری خط برای انتقال و ارتباطات مدیون تمدن آکات سومر می باشد. هولوهوش دو هزار و قبل از میلاد یکی دیگر از پادشاهان مقتدر و با فکر تمدن سومر آکاد یا همان تمدن بابل به نام همورابی به قدرت می رسد. نخستین اقدام همورابی متحد ساختن قدرت های کوچک بود که کم و بیش در قالب دولت شهر و به صورت پراکنده به سر می بردن. اقدام مهم تاریخی و به تعبیری تمدنساز دیگر او تنظیم یک مجموعه قوانین برای اداره شهرها روابط تجاری و روابط میان مردم بود این قدرت یا تمدن آنقدرها طول نکشید که همچون قدرتهای مشابه به فکر توسعه یا کشورگشایی افتاد اگر به نقشه عراق امروزی بنگریم تنها مسیر گسترش طبیعی این قدرت در جهت شمال غربی یعنی به سمت سوریه و فلسطین امروزی می توانست باشد و این عملا امری است که به تدریج اتفاق افتاد جنوب بین النهرین یا عراق امروزی که جلگه دجله است و عمدتا باطلاقی و نیزار بوده و نهایتا ختم می شود به خلیج فارس چندان جایی برای فتوحات و ثروت باقی نمیگذارد گذارد. قرب آن بیابان است. شرق مادها و قبایل حاکم بر فلات قاره ایران بودند بنابراین تنها راهی که برای گسترشش میماند به سمت شمال غربی می بود که میرسید به سوریه و فلسطین امروزی کم و بیش مشابه همین وضعیت برای تمدن مصر هم پیش آمد جنوب مصر کشور خشک سودان است غرب آن مجموعه کشورهای مغرب امروزی هستند که علال اغلب خشک و بیابانی هستند شمال آن دریای مدیترانه است بنابراین مسیری که منطقا برای گسترش وجود می داشت از طریق دریای مدیترانه به سمت فلسطین می بود. به سخن دیگر هر دو تمدن اصلی که در شرق میانه شکل گرفتند مسیر گسترششان به منطقه می رسید که امروزه در برگیرنده سوریه، لبنان و فلسطین است. این تحلیل کمک می کند به فهم آن فهرست گسترده از قدرت هایی که علت دوام در طی آن سه هزار سال بر فلسطین هجوم برده و آن را به تصرف خود در می آوردن. آخرین نکته که پیرامون جغرافیای خاورمیانه و فلسطین قابل تأمل است ما را مجددا باز می به بخش جنوبی تمدن بین و نهرین یا همان اعتلاف سومر آکاد همانطور که اشاره داشتیم در زمان همورابی پادشاه مقتدر آن تمدن مناطقی که جنوب مرکز و بخشهایی از شمال عراق امروزی را شامل می شدند بلاخذ از نظر شهرنشینی نشینی قابل ملاحظه پیدا نمودند این موضوع برای کار ما اهمیت زیادی پیدا می کند چرا که حضرت ابراهیم علیه السلام که بنیانگذار یهودیت است در حقیقت از این منطقه است که ظهور می کند دو که تا به دینجا در خصوص منطقه فلسطین تشریح کردیم ارتباط مستقیم با شرایط طبیعی و ژئوپلیتیک آن پیدا میکردند. ویژگی سوم چندان ارتباط مستقیمی با شرایط و وضعیت جغرافیایی آن پیدا نمی کند. آن ویژگی عبارت است از جایگاه منحصر به فرد منطقه فلسطین از نظر تمدنی. این درست است که در نیمه اول قرن بیستم که اسرائیل در منطقه متولد می شود، فلسطین در زمره یکی از مناطق بقایت عقب مانده جهان است. اما عقب ماندگی منطقه خاورمیانه در قرن بیستم، نوزدهم و قبل از آن به هیچ روی به معنای آن نیست که این منطقه همواره درمانده و عقب مانده بوده است. فلواقع تا قبل از شروع هزاره دوم بعد از میلاد که خاورمیانه وارد منحنی طولانی افول تاریخیش می شود از جمله خود ایران این منطقه از نظر تمدنی بدون تردید پیشرفته ترین منطقه جهان در زمان خودش بوده. اینکه اسباب و علل این افول تاریخی چه بوده و چرا خاورمیانه از پایان هزاره نخست بعد از میلاد از نظر علمی، اقتصادی، فکری، فرهنگی و در یک کلام تمدنی شروع به افول می کند در ورای کار ما قرار می گیرند. اینجا در پایین صفحه نوشته شده که خوانندگان علاقمند به موضوع اسباب و علل و بررسی چرایی این عقب ماندگی تاریخی می توانند به کتاب ما چگونه ما شدیم ریشه یابی علل عقب ماندگی تاریخی در ایران نوشته صادق زیبا کلام انتشارات روزنه مراجعه نمایند. آنچه که به بحث ما بیشتر مربوط می شود آن است که ما از اواخر هزاره نخست بعد از میلاد هر قدر که به عقبتر می رویم منطقه فلسطین و خاورمیانه در کل منظما توسعه یافته تر و پیشرفته تر می شود چه از نظر علمی و فرهنگی چه از نظر مناسبات و پیشرفت اقتصادی در تولید و توزیع کشاورزی صنعت و تجارت نه تنها در منطقه خاورمیانه تمدن بزرگی همچون تمدن های کلدانی ها فنیقی ها ها،, آشوری ها بابلی ها مصری ها و ایرانی ها ظهور کردند بلکه دو تمدن مهم بیرون از منطقه خاورمیانه یعنی تمدن های یونانی و رومی نیز در اوج اقتدار و شکوفاییشان به خاورمیانه آمده و تاثیرات متقابلی بر تمدن خاورمیانه گذاردند کمتر منطقه از جهان را می توان سراغ گرفت که توانسته باشد در طول تاریخ طولانیش این همه تمدن ایجاد کرده و بر کل تاریخ تمدن بشر به اندازه منطقه فلسطین تأثیر گذار بوده باشد. ظهور تمدن های مختلف و اختلاط و امتزاج آنان با یکدیگر باعث قنای تمدنی خاورمیانه در طول تاریخ بوده است. دو مذهب بزرگ ابراهیمی یهودیت و مسیحیت به فاصله دو هزار سال از یکدیگر در فلسطین متولد شدند. علا رقم اختلافات و دشمنی های تاریخی میانشان اساس و پایه جهانبینی مسیحیت بسیاری از باورهای بنیادی آن پیرامون توحید، معاد، نبوت و آفرینش در حقیقت بر پایه اعتقادات یهودیت بنا شده یا دست کم به شدت ملهم و متأثر از آن اعتقادات می باشد. تأثیر یهودیت بر مسیحیت فقط محدود به قرون اولیه مسیحیت و زمانی که مسیحیت عمدتا در خاورمیانه پخش شده نمی شود. از عواست هزاره نخست بعد از میلاد یعنی 500 میلادی به بعد که امپراتور و فرمان به همراه شماری از مسئولین و بزرگان امپراتوری بزرگ روم به تدریج مسیحی می شود و مسیحیت وارد اروپا می شود متفکرین، فلاسفه، اندیشمندان و علمای یهودی که در جوامع مختلف اروپایی زندگی میکردند نیز بر تفکر و اندیشه اروپایی ها تأثیر می گذارن. در مرتبه بعدی می بایستی به تأثیرات عمیق و گسترده مسیحیت بر اندیشه و تمدن اروپا اشاره داشت و تأثیراتی که تمدن اروپا به نوبه خود بر اندیشه و تمدنهای دیگر گذارده است. ایزن زن میبایستی به تأثیر جهانبینی و اعتقادات یهودیت و مسیحیت بر جهانبینی و باورهای اسلامی نیز اشاره داشت. ختم کلامان که اگر ادعا شود که کمتر منطقهی در جهان در جهان را میتوان سراغ گرفت که به اندازه منطقه خاورمیانه بر کل تاریخ تمدن بشر تأثیر گذار بوده باشد قطعا سخنی به گذاف نرفته است خلاصه فصل دوم کتاب تولد اسرائیل در این بخش ما اجمالا با موقعیت جغرافیایی منطقه ای که فلسطین در آن قرار دارد آشنا شدیم. نخست آب و هوای آن که بسیار معتدل، آب نسبتا فراوان باران مکفی و حضور چهار فصل به گونه معتدل می باشد. بدون سرمای زیاد و زمستانهای سرد و طولانی و یا تابستانهای خشک و سوزان و فلج کننده. مجاورت با دریای مدیترانه جدای از آن که باعث می شود آب و هوای فلسطین بسیار مطلوب باشد از نظر امکان دستیابی و حمل و نقل دریای مدیترانه منطقه فلسطین را به شمال آفریقا، آسیای صغیر، دریای اژه یونان و نهایتاً به اروپا متصل می کند. آب و هوای مناسب هم منطقه را از نظر تولید کشاورزی بسیار غنی کرده هم امکان پرورش احشام دامپروری و شبانی خوبی برای سهرانشینان اشایر و قبائل آن در گذشته فراهم می کرد. این ویژگی ها سبب می شوند تا منطقه فلسطین از دیرباز و در طول تاریخ مورد توجه و تهاجم قدرت های دیگر از سهرانشین ها اشایر و بادینشینان گرفته تا ملیت ها و قدرتها و امپراتوری های بزرگ همچون آشوری ها، بابلی ها، ایرانی ها، یونانی ها، رومی ها، عرب و دیگران قرار گیرد. لیست قدرت هایی که در طول تاریخ به منطقه فلسطین هجوم آورده اند از حساب خارج است. فقط می توان گفت که تمامی قدرت ها و تمدن های بزرگ شرق و غرب در طول تاریخ منهای تمدن چین و تمدن های کهن آمریکای جنوبی در زمان قدرت و گسترششان دست کم یک بار به منطقه فلسطین حجوم آوردند. اکثرا نیز موفق می شدن و بعضا چند سالی، بعضا چند ده سالی، بعضا چندین قرن و حتی هزار سالی همانند رومی ها بر آنجا حکومت می کردن. تا قدرت و امپراتوری دیگری ظاهر شده و بر قدرت قبلی فائق آید. از تمدن اولیه باستان گرفته همچون بابلی ها، آشوری ها، کلدانی ها، فنیقی ها، ایرانی ها، یونانی ها و رومی ها تا تمدن بعد از ظهور حضرت مسیح علیه السلام عرب و اسلام مسلمانان ترک نژاد آسیای میانه ترکان عثمانی اروپایی ها در حیبت جهادگران مسیحی یا صلیبیون اروپایی ها یعنی انگلستان و فرانسه تا نهایتا تولد اسرائیل در عواست قرن بیستم. البته در مقاطعی ظرف چهارزار سال گذشته ساکنین محلی منطقه نیز قدرت را در دست داشتند. از جمله و مهمترین این موارد یهودی ها بودند که به شرحی که در بخش بعدی خواهیم دید در مقاطعی از هزاره نخست قبل از میلاد یعنی هزار قبل از میلاد قدرت را در دست داشته و بر منطقه فلسطین حکومت می کردن. البته نه همه قدرت هایی که به فلسطین حجوم آورده یا وارد آنجا می شدند امپراتوری های بزرگ و کشورگشا بودند و نه همه آنان با ارتش های نیرومند و جنگ و خونریزی وارد فلسطین می شدن. در مقاطع اولیه یعنی تا هزاره دوم قبل از میلاد بسیاری از سهرانشینان و قبایل و گروههایی که ساکن نبودند و زندگی کم و بیش سیالی داشتند به فلسطین می آمدن و در مناطقی از آن برای مدتی سکنا می گذیدن و پس از رو به تقلیل رفتن مراتع و چراگاه های اطراف از آنجا حرکت کرده و به منطقه دیگری می به علاوه گروه های کوچکتری هم بودند که با صلح و آرامش به منطقه آمده و با جلب توافق گروه‌هایی که قبلا در آنجا میزیستند ساکن می شدند. ویژگی دوم منطقه فلسطین که چندان به شرایط جغرافیایی آن ارتباطی پیدا نمی کند و به تعبیر امروزه بیشتر متوجه ژئوپلیتیک آن می شود عبارت است از قرار داشتن منطقه در میان دو تمدن عظیم عصر باستان تمدن بین نهرین در شمال شرقی آن و تمدن بزرگ مصر باستان در جنوب غربی آن کموبیش به مدت 2500 سال این دو تمدن بدون آگاهی از وجود یکدیگر به سر می بردن. تا حول و حوش عواست هزاره دوم قبل از میلاد یعنی 1500 قبل از میلاد که آن دو تمدن بزرگ پی به وجود یکدیگر بردند از آن تاریخ هر کدام که قوی میشد و در آن پادشاه سردار یا رهبری با ارزه نظامی و خونریز ظهور میکرد به عنوان نخستین هدف چرب و نرم و ارزشمند و یا تصویه شکست و ناکامی های قبلی به سر وقت دیگری میرفت یا بین نهرینی ها به سمت مصری ها به راه میافتادند و یا متقابلا مصری ها به سر وقت خاورمیانه و بین نهرینی ها می آمدن. در میان این منطقه و کشمکشها فلسطین صحنه شطرنج و محل درگیری یا درستتر گفته باشیم بلاگردان پیکارها و کشورگشایی‌های های آن دو تمدن بزرگ عهد باستان می سرانجام می رسیم به ویژگی سوم منطقه فلسطین، ویژگی تمدنی آن. آمدن و رفتن قدرت های بزرگ، امپراتوری ها،, فرهنگ ها و تمدن های دیگر به فلسطین به علاوه آمدن و رفتن سهرانشینان بیابانگردها مردمان و اجتماعات مناطق دیگر به فلسطین بدون تردید آثار فرهنگی و تمدنی زیادی از خود بر جای میگذارده درست است که آمدنها و رفتنها در بسیاری از موارد با جنگ و تخریب همراه بود اما از این نکته بسیار مهم نیز نمیتوان غافل شد که آمدن و حضور مردمان دیگر در فلسطین منطقه را از نظر تاریخی به صورت یک کانون یک بازار بزرگ مکاره تمدنی یک دیگ بزرگ که انواع فرهنگ ها و باورها در آن زوب و مخلوط شده و منطقه را به صورت کانونی درآورده بود برای ارتباط، اختلاط و امتزاج فرهنگ ها و تمدن های مختلف برخی از تمدن هایی که به منطقه می از لحاظ فرهنگی، مناسبات اجتماعی و توسعه اقتصادی و تولیدی پیشرفته‌تر از خود منطقه فلسطین بودند. این گونه تمدن ها به طب سبب می شدند تا تمدن فلسطین و منطقه یک گام به جلو بردارد. متقابلا فلسطین نیز بر تمدنهای دیگر تأثیرگذار گذار بوده بزرگترین تأثیر تمدنی منطقه فلسطین بر تمدنهای دیگر از جمله تمدن اروپا را در پیدایش دو مذهب ابراهیمی یهودیت و مسیحیت میبایستی سراغ گرفت دعایی که بدون تردید بیشترین تأثیرات را بر تمدن بشری داشتند آین یهودیت که قریب به دو هزار سال قبل از مسیحیت ظهور کرده بود جدای از تأثیراتش بر فرهنگ و تمدنهای دیگر بیشترین تأثیر را بر مسیحیت گذارد و به تعبیر مسیحیت عملا بر روی چارچوب اعتقادات و جهانبینی یهودیت بنا شد مسیحیت نیز به نوبه خود عمدهترین تأثیرات را بر تمدن غرب گذار و در مرتبه بعدی میبایستی بر تأثیر و تأثیراتی که تمدن غرب بر تمدنهای دیگر گذارده اشاره داشت اساس آین ابراهیمی سوم یعنی اسلام نیز مقدار زیادی با یهودیت و مسیحیت همخانی پیدا می کند ختم کلام آن که اگر گفته شود کمترین نقطه ای از جهان را می توان سراغ گرفت که به اندازه منطقه فلسطین بر تاریخ تمدن بشر تأثیر گذار بوده باشد قطعا سخنی به گذاف نرفته است.